دی ماه 1398 این تصاویر شهر ووهان چین رو نشون میده. خیابونای خالی و مردمی که اجازه خروج از خونه هاشون رو نداشتن. درست وقتی که ویروس کرونا شیوع پیدا کرده بود. دو ماه بعد همه جهان به قرنطینه رفت. و این تصاویر شانگهای فروردین 1401 خیابونای خالی و مردمی که قرنطینه شدن. حالا در حالی که اکثر کشورها دارن به دوران قبل از همه گیری برمیگردن، چین هنوز تو همون شرایط دوران ووهان گیر کرده. بعضیا میگن سیاست کووید در حد صفر تو دوران اومیکرون مثل نبرد خیالی با آسیابای بادیه، اما مقامای چین معتقدن شهروندان و قرنطینه فعلا تنها سیاست قابل اجراست که به گفته اونا با واقعیت‌ها و طبیعت چین سازگاره. البته حزب کمونیست امسال خودش رو آماده کنگره ملی هم میکنه، گرد همایی عظیم و مهمی که انتظار میره در جریان شی جین پینگ رئیس جمهوری فعلی مادام العمر رهبر جمهوری خلق بشه. به همین خاطر شیوع ویروس و طبیعتاً وضع شانگهای موضوع حیاتی واسه دستگاه رهبریه. انتقاد از شرایط شانگهای تو این روزا بالا گرفته. کمبود شدید مواد غذایی، دارو، جدا کردن بچه‌ها از مادر و پدرها، بیمارستانهای صحرایی واسه نگه داشتن کسایی که تستشون مثبت شده ولی علائمی هم حتی ندارن. اما همه اینا فقط یه طرف ماجراست. یه طرف دیگه یه ماجرا تأثیر شهروندان و قرنطینه طولانی مدت شانگهای رو وضعیت اقتصادی چین و طبیعتاً جاهای دیگه جهانه، اونم تو شرایط بحرانی این روزا. اگه محدودیت‌های فعلی چین ادامه پیدا کنه، تقریباً نصف شرکت‌های ما سرمایه‌گذاری رو کاهش میدن. طبعاً هنوز خیلی زوده که بشه پیش بینی کرد، ولی شرکت‌ها همین الان هم در حال رصد تحولات هستن. اگه قرنطینه و وضع فعلی برای مدت طولانی ادامه پیدا کنه، روی تصمیم‌ها برای سرمایه‌گذاری در آینده تأثیر میذاره. شانگهای مرکز مالی دومین اقتصاد بزرگ جهانه. برآورد میشه که سومین مرکز مالی بزرگ جهان باشه بعد از نیویورک و لندن. بزرگترین بندر چینه. از نظر توان عملیاتی البته بزرگترین بندر جهان هم هست. حالا میشه نقش اون رو تو چرخه مالی و تأمین محصولات جهان بهتر درک کرد. دقیقاً مشخص نیست چرا مقامات چین هنوز به قرنطینه و شهروندان تمایل بیشتری دارن. شاید به خاطر تأثیر کم واکسنای ساخت چین روی سویه اومیکرون، شاید به خاطر تأثیری که بیماری احتمالی صدها میلیون نفر میتونه روی اقتصاد بذاره. هرچی که هست خیلی بعیده که شانگهای آخرین نبرد چین با کووید باشه. دوماج تاهباز، سئول.